ای جماعت غدار صوفی خرافی سیفی که امروز در لباس مسلمان در کنار طالبان قرار گرفتید، ای پیروان پیر سیف الرحمن که به رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتابهای خودش توهین و اهانت می کند، شما سیفی هایی که امروز به نام اسلام، به نام مسلمان در کنار امارت اسلامی قرار گرفتید، مخالفین خودتان را، انسانهای مظلوم و بیگناه را به تهمت سلفیت و نمیدانم وهابیت و اخوانیت و فلان الان میبرید، شکنجه میکنید، میکشید، اعدام میکنید، حتی به جسد اونام رحم نمیکنید. در چند روز قبل یکی از دوستان میگفت در یکی از کانالها در ننگرهار وقتی که به خاطر دختر بچه به آب افتاده بود، آب را قطع کردن، جسد بیش از 60-70 عالم و دعوتگر را از داخل این کانال بیرون آوردن. شمایی که ادعای محبت و پیروی از رسول الله می کنید، صوفی هستید، صوفیا عادتا در تاریخ به این مشهور بودن که محبت بیش از حد به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن، ای جماعت صوفی سیفی گمراه، آیا این حدیث پیامبر رو نشنیدید؟ الا ان الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم که حرمت یومکم عازا فی بلدکم هذا و فی شهرکم هذا. ای سیفیای گمراه که امروز مسلمان ها را به نام سلفی و نمیدانم فلان الان میکشید، آیا این حدیث پیامبر رو نخوندید؟ نشنیدید؟ این پیرهای مزخرف و گمراه شما این احادیث و این نصایح پیامبر رو به گوش شما نرساندن. از خدا بترسید، واللهی که اگر این ظلم و ستمتان ادامه پیدا بکند، همان بلایی که در دهه 90 بر سرتان آمد، خداوند یک ظالم نه، چلو چند ظالم ظالمی که از هیچ ظلمی عبایی نمی کردن بر سر شما مسلط کرد. چه تیاره هایی، چه راکت هایی، چه نسله هایی رو بر سر شما مسلط کرد. اتقوا دعوت المظلوم، از دعای یک مظلوم بترسید، والله دعای یک مظلوم همه اتان را نابود می کند، دعای یک مظلوم همه حکومتتان را برباد می دهد. شاید دعای یک مظلوم بود که الله سبحانه و تعالی بیش از 40 کشور ظالم و ستمکر رو بالای شما مسلط نکرد. به زن و بچه مردم ظلم کردید، به زن و بچه تون ظلم نشد. مردم رو شکنجه کردید، شکنجه نشدید. مردم رو در زندان انداختید، سالها در زندان نیفتادید. این سنت الهی است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. ظلم کردید، خداوند بالای شما ظالمتر از شما رو مسلط میکنه. شرط همین نیست که حتما باید اون ظالمی که بالای شما مسلط میشه برادران مسلمان شما باشن. نه، دیدید خداوند ظالمتر از شما رو بالایتان مسلط کرد که هیچ رحم و مروت نداشتن، هیچ، از هیچ جنایتی هم فروگذار نکردن. بترسید سیفیا، بترسید صوفی های گمراهی که امروز سلاح به دست گرفتید، امروز پنهانی می روید نیمای شب در خانه دعوتگر مسلمان، او را از خانه جلوی همسر و فرزندانش بیرون می آورید، اعدام می کنید، می کشید، شکنجه می کنید. از خدا بترسید که اگر الله سبحانه و تعالی به قهر و غضبش بگیرد، هیچ راه فراری نخواهید داشت. یادتان رفته است؟ هیچ راه فرار نداشتید. شمال افغانستان نیروهای روسی و کشورهای مشترک المنافع، آن طرف ایران مرزایش رو بسته کرده بود، این طرف پاکستان بسته کرده بود، اون طرف چین بسته بود، چهار طرفتان بسته بود و تیارهای امریکایی و B-52 و موشک‌ها و راکت‌های امریکا بود و در هر کوچه و بازار، در هر جا جنبنده‌ای نمی‌توانست تکان بخورد در افغانستان. ظلم کردید، الله سبحانه و تعالی ظالمین رو بالایتان مسلط میکنه. نکنید.
به مسئولین امارات اسلامی میگوییم از خدا بترسید، نگویید مجبوریم نمیتوانیم، نگویید که اینها امروز مسلح هستند، قماندان هستند، وزیر هستند، در کنار ما هستند، ما نمیتوانیم به اینا چیزی بگوییم. بگیرید جلوی اینها رو. اینها اسلام را بدنام میکنن، اینا امارت را بدنام میکنن، اینا شما را بدنام میکنن. قهر و غضب الهی وقتی آمد، اونها تنها نمیسوزن، همه شما برباد میشوید. نکنید اسلام را بدباد نکنید، اسلام را بدنام نکنید در بین مسلمان ها. جلوی این جماعت گمراه را بگیرید، جلوی این جماعت وحشی را بگیرید، این جماعت ستمگر را بگیرید. اینا مسلمان نیستن، شرک دارن، اعتقادات سیف الرحمن اعتقادات کفری است. اعتقادات سیف الرحمن انسان را از اسلام خارج می کند، از دایره دین خارج می کند. بگیرید جلوی این جماعت گمراه را بگیرید. تا دست از این ظلم و ستم بردارن. به دلیل اینکه ما امروز کم هستیم یا مشکلات داریم یا فلان است یا جنجال داریم، نمیتوانیم جلوی اینها رو بگیریم، اینا بهانه نیست. یک نفر ظالم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فریاد میزند، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر فاطمه دختر محمدم دزدی بکند دستش را قطع میکنم. اگر شریعت محمدی میخواهید، اگر شریعت اسلامی میخواهید، این از شریعت محمدی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر فاطمه دختر محمدم دزدی بکند دستش را قطع میکنم. و امروز کلان مسئول در حکومت میگوید که والا ما نمیتوانیم جلوی سیفیا رو بگیریم، اینا مسلح هستن، نفر دارن، قماندان دارن، سرگروه دارن. آر و ننگ است. این چه شریعتی است؟ این چه دینی است؟ این چه مذهبی است؟ به خاطری که طرف با تو یک مشکل فکری دارد، به خاطر اینکه طرف با تو مثل تو فکر نمی کند، او را می گیری، می کشی، شکنجه می کنی، حتی جسدش را مسلم می کنی. اینا مسلمانن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این نصیحت را کردند که خون شما بر شما حرام است. حرم علیکم دماءکم و اموالکم، خونتان را و مالتان را بر شما حرام کرده است. یعنی خون و مال برادر مسلمانت بر تو حرام است، الا اینکه به رضا یا به قصاص. قتل کرده اعدام میشه، جرم و جنایت کرده تعزیر میشه، این جداست. اما به غیر حق، شما حق نداری که یک قطره خون برادر مسلمانت را بریزی یا یک قران، یک درهم و دینار از مال او بدون اجازه او، بدون اذن او برداری.